أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. چون سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و طرح مسئله معاد از ضروری ترین مسائل مکی بود، لذا قرآن کریم بعد از بیان آیات توحیدی ضرورت مسئله معاد را ذکر کردن که اگر معادی نباشد، یعنی حسابی بعد از مرگ از پاداش کیفر نباشد، جهان می شود پوچ. و چون جهان حق است و عدل و ظلم یکسان نیست، پس معاد ضروری است. اکنون که ضرورت معاد ثابت شد، اونگاه بحث می شود که خدا چگونه مرده ها را زنده می کند. اول از سنخ برهان است، دوم از سنخ جدال احسن است. المعاد و حقون با برهان ثابت شد، اما خدا چگونه مرده ها را زنده می کند، این هم قابل اثبات با برهان است، هم با جدال احسن. جدال احسن است که مقدماتش هم معقول باشد هم مقبول. اگر مقدماتش معقول نباشد فقط مقبول باشد، این بهره سوء از جهل مخاطب است. اما وقتی مقدماتش هم حق باشد هم مورد پذیرش مخاطب باشد، میشه جدال احسن. جریان این که خدای سبحان بر اساس قدرت مطلقه میتواند مرده ها را زنده کند، این برهانیست، این حقه. اما از مقدمه دیگر که مقبول مشرکان از کمک گرفتن، این میشه جدال. فرمود شما که قبول دارید خدای سبحان انسان ها را آفرید، آسمان زمین آفرید، لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پس آسمان و زمین و انسان را خدا آفرید. اعاده که آسان‌تر از ابتداست، پس خدا میتواند. پس معاد حتمی است، برای اینکه اگر نباشد عالم میشه پوچ. چون هر کس هر کاری کرد بعد از مرگم که میشه معدوم، و در بین معدومم که فرق بین صالح و طالح نیست. چون به صورت قیاس استثنایی اگر معاد نباشد، لازمش بطلان عالم و پوچ بودن عالم است و تالی مستحیل، فالمقدم و مثلو، پس فالمعادو حق لا ریب فیه. حالا سخن از کیفیت آفرینش مجدد است، این با جدال احسن حل می شود. و ما شما که قبلا قبول کردید خدای سبحان آسمان و زمین را آفرید، اعاده آسان تر است. منتها در باره خدای سبحان آسان و آسان تر معنا ندارد، که برخی از وجوه در نوبت های قبل گذشت ممکن است بعضی از این وجوه هم بازگو بشه. نه فرمود حیین است، یعنی آسونه. اگر فرمود با وحلی حیینون، یعنی آسان است. معناش نیست که
یک کار آسان است یک کار آسان‌تر. اما این آیه 27 سوره روم که محل بحث است می‌فرماید اعاده برای خدا آسان‌تر است. اگر چون که این ضمیر علیه به الله بر نگرده به مخلوق برگرده که یکی از وجوه تفسیری این آیه است، دیگه همچه سؤالی مطرح نیست. اگر به الله برگرده نیاز به توجیه دارد. خب پس معاد ضروری است برای اینکه عالم به حق خلق شده است و اگر معاد نباشد عالم میشه باطل. ما خلق السماء والارض ما بینهما باطل. پس به جایی باید برسی که حساب و کتابی باید باشد که من یه عمل مثال ذرتن خیران یره و یه عمل مثال ذرتن شرن یره. یه هم چیزی رو فرمود ضروریست باید باشد، وگرنه اگر انسان ها همه معدوم بشن بعد از مرگ خبری نباشد افنجعل المسلمین کالمجرمین، به این باطله دیگه. پس اصل معاد حق لا ریب فیه. اونها با استکبار و استنکار این حرف را روبرو می شدن و گفتن آیا شهیده کسی آمده ینبئکم اذا مزلقتم کل ممزقین لکم لفی خلق جدید. یه خبر تازه بود برای اونها شگفت انگیز که مگر انسان بعد از مرگ زنده می شود. قرآن آمده معاد را معنا کرده، بهش جهنم را معنا کرده، قیامت را معنا کرده، 50,000 سال بودنش گفته. حالا اگر سوال بشه چگونه خدا مرده را زنده می کند، می فرماید به این که شما که قبول کردید اصل عالم را خدا آفرید، ایجاد مجدد آفرین شدید آسان تر از اول است. این آسان تر بودن یه مقدار توجیهش قبلا گذشته، مقدار خواهد آمد. نه برای خداوند ضرورت ندارد، یه امر ضروری الوقوع است. این یجب عن الله است نه یجب علی الله. قبلا گذشت که معتزله فکر میکردن که چیزایی که حق است یجب علی الله است. امامیه طبق رهنمود ائمه علیهم السلام فرمودن که چیزی بر خدا واجب نیست، چون خدا حکیم محض است و قدیر صرف، یقیناً این کارها را با اراده انجام میدهند. یجب عن الله است نه یجب علی الله. خب در بحثی دیروز اشاره شد که افراد صالح رؤیای خوبی میبینند. گاهی ممکن است کسی صالح باشه رؤیایی نبینه، اما اون چرا که دیگران در خواب میبینن خدا در بیداری نصیب او بکنه. اگر خوابی ندید دلیل بر نقص نیست. اگر پیشرفت علمی نداشت دلیل بر نقص است. حالا این پیشرفت کمال و علم یا در رؤیاست یا در رؤیت. بالاخره انسان باید ترقی بکند، اگر نکرد ناقص است. مطلب دیگه این که در جریان وصف کردن که خدای سبحان هم سبوح هست هم قدوس، نه نقص دارد نه کمال محدود، پس چگونه خدا فرمود سبحان الله اما یسکون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه هست از وصفی که دیگران میکنند، اما بندگان مخلص اگر خدا را وصف بکنند این کار صحیح است. سرش این است که بندگان مخلص که بالاتر از مخلصن اینا به قرب نوافل راه یافتن در اثر اون ولایتشون. اول محب خدا بودن بعد سیر الهی داشتن با نوافل محبوب خدا شدن. وقتی محبوب خدا شدن برابر حدیث قرب نوافل ذات اقدس اله در فصل سوم نه فصل اول دوم، یعنی مقام ذات نه، مقام صفات ذات که عین ذات است نه، مقام وجه اللهی، فیض اللهی، نور اللهی، تو این مقام که فعل خداست همون کنتو سمع الذی یسمع به و لسان الذی ینطق به. اگر کسی مخلص شد به قرب نوافل میرسد
وقتی به قرب نوافل رسید، ذات اقدس الا در مقام سوم، فصل سوم که مربوط به فعل خداست، زبان این شخص است. وقتی زبان این شخص شد، این شخص با زبان الهی خدا را وصف می کند، لذا طرزی وصف می کند که شایسته خدای سبحان باشد. ائمه این طورند، اولیاء الهی، معصومین، انبیاء علیهم السلام این طورند. خب مطلب دیگه این که قبلا روشن شد که حرکت نمیتواند دائمی باشد، یه چیزی دائما بگردد، زیرا حرکت به سوی کمال رفتن است. اگر دائما یک شیء بگردد، این معناش بی هدف بودن است. لذا حرکت با ابدیت سازگاری است. حتما دار ممر و دار فرار و دار القرار باید منتهی بشه. اما این منافات ندارد که انسان داره کمالات نامتناهی باشه. اولا هر انسانی این چنین نیست که لائق کمالات نامتناهی طولی باشه، برای اینکه افراد همه از خدایند و همه به سوی خدا می روند، اما هر کی از هر جا آمده است به معادل اونجا می روند. مثل اینکه این ابرهای مختصر که باران را به همراه دارن، اینا همه از دریا برخواستن و همه اینها حامل بارانند و همه این بارانها دوباره به دریا برمی‌گردند. اما اون ابرهای کمباران فقط نهر تشکیل میدهند، این نهر به ابائل دریا میرسد، ولی اون ابرهای پرباران که سیل آورند، این سیل خروشان میشود تا به وسط دریا برسد. این دوتا آب همه از دریا برخاستند، هر دم به دریا برمیگردند، اما یکی سیل است و یکی نهر عادی. همه از خدایند و همه به سوی خدا برمیگردند، اما اون که اول ما صدر من الله است، این در قوس سعود به دنافت در لا میرسد. اونها که از مراحل نازل پدید آمدند به مراحل نازل میرسند، منتها دارالقرار اینها ابدی است. معنای ابدیت این نیست که حرکت ابدی باشد، معناش این است که کمال ابدی است و اینها ثابتند، نه ساکن. ممکن است خدای سبحان بعد از اینکه بساط آسمان و زمین را تغییر داد به آسمان زمین قیامت، آسمان دیگری، زمین دیگری بیافریند. دوام حرکت یعنی دوام فیض، و این معنی نیست که یک موجود مشخص این دائما بخواد حرکت کند. حرکت بدون هدف محال است. وقتی به هدف رسید آرام می شود. آزا اولا و ثانیا، اگر انسان دائما بخواد حرکت کند، باید دائما تو دنیا باشه، برای اینکه تکامل انسان به دین دیگه، به اعتقاد است و اخلاق است و حقوق است و فقه و احکام عمل صالح و همه اینها تو نشأه دنیاست. در آخرت یعنی انسان بعد از مرگ که شریعتی ندارد، کاری باید انجام بده که بر واجب است، کاری را نباید انجام بده که بر حرام است، اینا نیست. اگر اونجا همین باشد که میشه دنیا دیگه دار عمل است نه دار حساب. این بیان نورانی پیغمبر است، قرر روایات حضرت است که همین دار هست. امی سلام الله تو نهج البلاغه نقل میکند که الیوم عمل بلا حساب و قدم حساب بلا عمل. اگر فردا هم ظرف عمل باشد، اونجا هم بلاغه دینی، یه مکتبی، یه پیغمبری، یه امامی لازم است که احکام رو بر انسان بگه. چون انسان که بدون عمل صالح به مقصد نمی رسد، کامل نمی شود. تکامل انسان به عمل صالح است، عمل صالح هم که محتاج شریعت است. پس طبق این دو وجه حرکت انسان نمی تواند دائم باشد. انسان می رود در بهش ثابت می شود،
نه ساکن. حالا کیفیت بهره‌برداری انسان از کمالات با حفظ ثبات در بهشت چگونه است؟ اونجا که لا یرون فیها شمسن و لا زمهریرا، برقی نیست که صنعتی باشد، شمس و قمری نیست که طبیعی باشد، فضای بهشت را خود بهشتیان نور می دهند. جعلنا له نورا یمشی بهی، که در دنیاست نورهم یسا بین ایدیهم، در آخرت است. یه انسان نیر نورافکن است که فضای محیط خودش را روشن بکند و دائما ثابت است بدون حرکت. خب یا تجرد مثالی یا تجرد عقلی، اگه ماده است که بالاخره باید حرکت کنند به کمال برسه. اگر ثابت شده است دیگه مقصد رسیده. اگر به ثبات مثالی یا عقلی یعنی ملکوتی یا جبروتی نرسید نشه. البته مال روح اوست نه مال بدن، بدن تابع روح است. روح هر مقداری که باید لیاقت داشته باشه دارد و تو بهشت همین بدن هست، همین روح هست، منتها روح به مقصد رسیده است. خب بله، اما ماده باید استعداد داشته باشد، تفضل دارد، اما این ماده باید پذیرا باشد. مثل دنیا که داره که فضل الله یعطیه من یشا. اگر کسی تو فضای کفر باشد، تو فضای شرک باشد، دیگه فضل الله هم شامل حالش نمیشه. با تو فضای دین باشه و حالا یا پدر صالحی داشت، مادر صالحی داشت، یا مشمول دعای خیلی دیگری بود، چون او زالک فضل الله یعطیه من یشا مشیعتش رو حکمت دیگه. این از قدر بیانات امام سجاد سلام الله علیه است که بارها خونده شد تو صحیفه. حضرت می فرماید یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای حکیمه که هیچ توسلی جلوی حکمت تو را نمیگیرد، با هیچ وسیله نمیشود از تو کاری خواست که بر خلاف حکمت باشد. خب اگر ذالک فضل الله یعطیه من یشا مشیعتش روی حکمت دیگه. خب بله جریان هست، نه انسان کامل می شود، انسان با کند و کاو کار می شود. ذیل همون آیه یفجرونها ها تفجیرا، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع دارد که در بهشت چشمه تابع بهشتی است، مثل دنیا نیست. دنیا اگر کسی خواست خانه، چادری، مسکنی، مأوایی داشته باشه، بررسی بکنه کجا آب هست، کنار آب چادر بزنه، کنار آب خانه بسازه. اما در بهشت اینطور نیست یک چشمه در جایی باشه، بهشتی کنار اون چشمه خیمه بزنه و زندگی کنه، بلکه یفجرونها تفجیرا، مفجر عیون خود بهشتی هست. بهشتی اگه اراده کرده است که همین جا که هست چشمه بجوشد، چشمه میجوشد. این طور است، انهار چهارگانه جاری است. اما این طور نیست که بهشتی زحمت بکشد و حرکت کند، کار انجام بدهد یا ایمان و عمل صالح داشته باشد. مال دنیاست، نه اینکه اونجا نظیر دنیا خوندن یه آیه ثواب داشته باشد، کسی این آیه را بخونه یه درجه بالاتر بگیره که بشه مستحب. این اون چرا که در دنیا خونده است همونها در آخرت یکی پس از دیگری ظهور میکند. این عمل صالحی که در دنیا انجام داد، یوم تجد اون چرا که انجام داد من خیر محضرا، همه رو میبیند. این چنین نیست که مثل در دنیا که اگر یک آیه بخونه ثواب داره، مستحب است قرائت قرآن. خب این شریعت است و دستور دادند و قرائت قرآن میشه مستحب، اما اونجا که شریعت نیست. فرمود و له من فی السماوات و الارض کلون له قانتون. حالا این و هو احون و علیه، ضمیر علیه اگر به مخلوق برگرده، یعنی برای مخلوقها کار دو قسم است، ابتدا حین است، اعاده احون
یا نه اگر زمین به الله برگرده، یعنی به نظر شما کار را یک صاحب کار ابتداعاً بخواهد انجام بدهد اگر مقتدر باشد حین است، و اگر ثانیاً بخواهد انجام بدهد احول است به نظر شما، یا بر شما احول است یا به نظر شما احول است. بنابراین فرض ندارد که کاری نسبت به ذات اقدس اله احول باشد. و اگر گفتیم این هو احون علیه، نظیر الله اکبر است، این دیگه معنای جدای خواهد داشت. تو الله اکبر ملاحظه فرمودی که گاه گفتن الله اکبر معناش نیست که موجودات دیگر کبیرند و خدا اکبر است، بلکه موجودات دیگر همشون نازل و ضعیفند و خدا کبیر است. این اکبر معنی کبیره. اما اون دوتا روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده و مرحوم صاحب بصال رضوان داده تو کتاب سرا، تو بحث اذکار، چون کتاب سرا یک کتاب ذکر داره، یک کتاب قرآن داره، یک کتاب دعا، صاحب وسائل وسائلشو بین سبت تنظیم کرده، مرحوم صاحب وسائل این سفر تو کتاب سرا آورده، ذکر شب چیه، ذکر روز چیه، ذکر روز جمعه چیه، یکی این که معنای الله اکبر چیه. دو تا روایت است، یکی حضرت ابتداعا فرمود، یکی به عنوان جواب سوال. اون دو تا روایت رو مرحوم صدوق توحید نقل کرده، صاحب وسائل نقل کرده حضرت از کسی سوال میکنه که الله اکبر یعنی چی، راوی عرض میکنه که الله اکبر و من کل شی. حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ این غیر از آن است که همه چیز ضعیفند، همه چیز حقیرند و خدا کبیر است، پس اکبر معنی کبیره. چه میخوان این هو احون را با آیه سوره مبارکه مریم که قبلن خونده شد هو علیه حینون هماهنگ کنن. این احون معنی حین است، مثل این که اکبر معنی کبیر است. این یه معنایست. اون چه که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد مطلب دیگه است. حضرت فرمود مگه تو عالم چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ حالا یا حقیر یا غیر حقیر. نه اینکه تو عالم چیزی هست و حقیر است و خدا کبیر است. حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست؟ عرض کرد که پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. این کجا؟ اون کجا؟ بارها به عرضتون رسید که اگر یه روز این روایت ها بیاد تو حوزه و درسی بشه، حداقل 50-60 جلد کتاب درباره این هست. لا تنقض الیقین بشک، بل قضه به یقین آخر. حالا ما کار با قدما نداریم، تو همین علمای بزرگوار این قرن اخیر 50-60 جلد کتاب، 50-60 جلد کتاب یعنی 50-60 جلد کتاب رو همین جمله نوشته شده دیگه. شما تقریرات درس مراجع بزرگوار رو درباره استصحاب که بررسی کنید، بعد از حذف مکررات هر کدام یه جلد درباره استصحاب کتاب داره. حداقل 50 جلد کتاب درباره همین جمله نوشته شده. استصحاب تعلیقی چیه؟ استصحاب تنجیدی چیه؟ استصحاب زمانی چیه؟ استصحاب زمانیات چیه؟ استصحاب زمان چیه؟ استصحاب حکمی چیه؟ استصحاب موضوع چیه؟ شک در مقتضی چیه؟ این حرفا که تو آیات روایات نیست که، اینا رو عقل استنباط میکنه. اگر اون معارف که قابل قیاس نیست با مسئله لا تنقض الیقین بشه، مگر میشه گفت تو عالم کسی نیست؟ این حرف بیانیست که عالم موجودات فراوان داره. چجور میشه ما حرف سعدی و امثال سعدی را ترجمان این حدیث ندانیم؟ او میگوید ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناست، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیوودت چیستند؟ پاسخ میدهد بلند است پیش تو خورشید به اوج،
عظیم از پیش تو دریا و موج، همه هرچه هستن از آن کمترم که با هستیش نام هستی برم. چه سلطان عزت علم برگشو، جهان سر به جیب عدم درگشو. ما نفخه سور اول را که قبول داریم، عرفای ما بزرگان ما همکنون نفخه سور اول را میبینند. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور. خیلی ها باید بمیرند و نفخه سور بشه و نفخه اول بشه و نفخه ثانی بشه تا بفهمن عالم چه خبریه. ما نمارده نفخه رسول را میبینیم. خب حضرت او مگه چیزی تو عالم هست؟ هرشتر پس معنی الله اکبر چیه؟ همود الله اکبر من ان یوسف. باز یه معنای دقیق تری اونچه که تو ذهن آمد از همین حدیث تو بحثای قبل اشاره شد که این الله اکبر من ان یوسف موجبه معدولت یا صاحبه محصله، یعنی الله اکبر من ان یوسف یا الله لا یوسف. این دو مرحله است. غرض آن است که اگر کسی اون صحنه را دید، کل عالم سر جاش محفوظه، آسمان و آسمانی هست، زمین زمین ها هست، شریعت هست، دین هست، حلال و حرام هست، اما همه چیز مرآت حقن، صور مرآتیه حقن، طبق اون بیانی که موجود مبارک امام رضا سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق فرمود اشیا منظر صور مرآتیه. خب اگر این شد و احوان و علیه، یعنی این آسان تر از آن است که در باره خدا مطرح بشود. چیزی برای خدا سخت و سختتر یا آسان و آسانتر نیست. اومد اون دو تا روایت که فرمود الله اکبر من ان یوسف، یعنی این جریان احول از آن است که کسی مطرح کنه که چیزی برای خدا سهل است یا برای خدا سهلتر، که فرض ندارد. خب اگر این چنین شد، اومد و له المثل الاعلا، معنا خودش پیدا میکند. یعنی هر وصفی را که شما وصف کردی خدا بالاتر از آن است. ما اون معنا را که نمیتوانیم ادراک کنیم، ولی مصادیق کاملش تو زیارت جامع کبیر در وصف ائمه علیهم السلام آمده. ما در بین انسان‌های کامل این نمونه ها را داریم که هرچی اینها به اذن الهی بخواهن حاصل است، از احیای موتا و مانند اون. تو زیارت جامعه یکی از اوصافی که برای اهل بیت علیهم السلام آمده است همین مسئله اعلا بودنه، البته در حد میراث بودن و آیت بودن، چه در آسمان چه در زمین این چیز است. بعد فرمود او عزیز مطلق است، او حکیم مطلق است. قرآن کریم که کتاب توحید است، عزت را، کمال را، حیات را، حکم را، رزق را، فتح را، این کمالات را برای خیلی ها ثابت می کند. اگر گفته شد خدا خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاسدین است، خیر الفاتحین است، او احسن الخالقین است، یعنی خدا به غیر خودش هم اسناد داد. اما همه اینها را جمع‌بندی می کند، می فهمد اون چرا که من به دیگران نسبت میدم، اینها مرائی و مرایای منن، اینها زیر مجموعه مدبرات منن. اگر من گفتم اول رسولی و المؤمنین، حواستون جمع باشد، یک جا عزت مال من است لله جمیعا. اگر به یه عده گفتم اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اگر به یه عده گفتم خذوا ما آتیناکم بقوه، حواستون جمع باشد تو سوره بقره فرمود لله جمیعا. اگر گفتم وجود مبارک عیسی به اذن من خلق میکند، تخلق من الطین کهیئت طیر، و خدا تبارک الله احسن الخالقین، حواستون جمع باشد همه اینها ابزار قدرت منن، تحت تدبیر مدبرات منن، تو الله خالق کل شی. هیچ یعنی هیچ کمالی رو خدای سبحان
به غیر خود اسناد نمیدهد، تا معناش این باشد که اونها کاملن، منم کاملن، منتها من بیشتر دارم، از این قبیل نیست. فبود اونایی که اونا دارن مال من است، نه اینکه من به اونها دادم تفویزم، بلکه برای همه اینها میگم و ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما، اینا مجاری کار منم، ابزار کار منم. من اگر بخواهم به کسی خیر برسانم به دست زید و عمر میرسانم. اینی که بینید فرق مرحومای غازی و دیگران در اون زندگی نامهشون که شما بینید اینه. دیگران همون مثال میوه که ذکر میشد، اگه یه سبد میوه به کسی برسه، این دو تا سوال دارد، میگه این چیه؟ میگن میوه است. کی داد؟ فرون باغبون. اما مرحوم قاضی و سایر موحدان ناب این سه حرف دارن، میگن چیه؟ این میوه است. کی آورد؟ کی آورد یعنی کی آورد؟ فرون باغبون. کی داد؟ معلومه دیگه، خدا داد. هرگز نمیگن کی داد، میگن کی آورد. خب این موحدان زندگی کردن، مواظب دهن و زبان بودن چیز دیگه است. این تمرین سالیانه میخواد. ما بکن من نعمت فمن الله. اینا قرآنی زندگی میکنن. بعضی ها مثل ما ها قرآن میخونیم، بعضی ها هم قرآن میخونن هم باور دارن و هم قرآنی زندگی میکنن، میگن خدا داد. در همه موارد ما بکن من نعمت فمن الله. خب وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در سوره مبارکه مریم که فرمود هو علی حین علی، بر حی مقدم داشت که مفید حسر است، معناش روشنه. خب چنین کاری که انسان خودش دوران فرتوتی و کهنسالی رو بگذرونه، همسر و هم پیرزن باشه، اون وقتی هم که میان سال بود عقیم بود، اگر زنی در دوران میانسالی عقیم باشه، حالا که پیر شد بخواهد مادر بشه کار سختی است. کسی هم که سنگین ترین عضو بدنش که استخوان است خوب شد، یه سایر اعضا اینی وحد العظم و منی وشته علی رأس شیبا. خب اگر استخوان که ستون بدنه این پوک بشه، دیگه اعضای دیگه نمیمونه که. خب فرمود رب اینی وحد العظم و منی وشته در از شیبا. همسرم که به کانت امرأتی آغرا، نه الیوم آغرا است، قبلا که جوان بود میون سال بود آغر بود، یعنی عقیم بود. این آغر چون وصف خواسته است مثل حائض، دیگه تا تعنیس نداره، دیگه نمیگن زن حائضه است که. این تا را برای فرق میارن به تغییر سیوتی که تل فر، یعنی تا برای فرق بین زن و مرده. خب اگه یه صفتی مخصوص زن بود که دیگه تا نمیخواد. آغره نمیگن، برای این که مرد که آغر نیست، لذا جا برای تانیث نیست. خدا فرمود بابا علیه حینون، این مفید هست. اما در مسئله اصل کلی که اعاده آسان‌تر از ابتداست، این برای همه است دیگر. هر فاعلی بخواهد کاری را بار دوم انجام بده، بار اول ابتکاری بود، بار دوم بخواهد انجام بده، خب بار دوم آسان‌تر از بار اول دیگه. لذا در این آیه محل بحث علیه مقدم نشد، ولی در سوره مریم علیه مقدم شد، اونجا باید افاده حسب بکنه. خب فرمود عزیز مطلق اوست، حکیم مطلقم اوست. این الف لام در این قسمت مفید حسر است، همون پیامی رو دارد که لله جمیعا، همون پیامی دارد که در بخش پایانی سوره زاریات آمدد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یعنی اگر گفته شد خدا خیر و رازقین است و مهم این معناست که دیگرانم رازقن، دیگران مجرای رزق الهی هم، وگرنه این کلمه هو که ضمیر فصل است با اون الف لامی که روی خبر آمده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین مفید هست که لا رازق الا هو، لا خالق الا هو،
لا عزیز الا هو، لا حکیم الا هو، لا اله الا هو، الحمد لله رب العالمين.